این زمان انتخابات ریاست جمهوری تا یک ماه آینده است. سوی کمیسیون مستقل انتخابات پشتیبانی نیرومند جامعه جهانی از افغانستان پس از سال 2014 میلادی محکوم شدن یک مرد به اعدام در ولایت کنر به جرم تجاوز بر یک دختر جوان پشتیبانی ناتو از ترکیه از احتمال حمله سوریه بر این کشور و 9 ماه اکتبر روز جهانی پاس. سلام، به خبرهای ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 18 ماه میزان سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 9 ماه اکتبر سال 2012 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. تا یک ماه آینده زمان انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در حال حاضر درباره زمان انتخاباتی با نهادهای دولتی و جامعه مدنی رای زنی ها ادامه دارند. رئیس این کمیسیون می گوید جامعه جهانی تعهد کرده است که به برگزاری انتخابات کمک کند. از سوی دیگر این کمیسیون می گوید که به نهادهای غیر مسئول ملی و جهانی اجازه داده نخواهد شد که در امور انتخاباتی مداخله کنند. جاوید استانکزی گزارش می دهد. به دنبال نگرانی ها درباره چگونگی برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌ورزد که این انتخابات بر بنیاد قانون اساسی افغانستان برگزار خواهد شد. تا یک ماه دیگه ما تقویم انتخابات اعلان میکنیم. یعنی تمام فعالیت هایی را که کمیسیون مستقل انتخابات تا به روز انتخابات انجام میده، کدام کار در چه زمانی انجام میده تا یک ماه دیگه اعلان میشه. طرح‌ریزی برنامه راهبردی برای چگونگی نظارت بر روند انتخابات، رایزنی با رسانه‌ها، نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی، روی دست گرفتن کارشیوه تازه برای جلوگیری از مصارف هنگفت در مبارزات انتخاباتی و مشخص شدن منابع مالی مبارزات انتخاباتی از موضوعاتی هستند که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر آنها تاکید می‌ورزد. تاکید می‌کنم که ما وکالت کمیسیون انتخابات به دست کسی دیگه نمیدیم و توقع ما میست که شما هم کسای دیگر من حیث وکیل کمیسیون انتخابات نشناسین. هر بحثی که از متعلق به کمیسیون انتخابات است، خیر و شر انتخابات کرش تعلق به کمیسیون انتخابات میگیره. با این همه رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر توزیع شناسنامه های برقی از سوی وزارت های امور داخله و مخابرات باورمند نیست و میگوید که این کمیسیون در انتخابات آینده ریاست جمهوری بر بنیاد کارت های پیشین عمل خواهد کرد. در همین حال برخی از احزاب سیاسی و حقوقدانان به این باور هستند که بدون توزیع شناسنامه های برقی روند انتخابات آینده ریاست جمهوری شفاف نخواهد بود. چیزی که ما بسیار به او عقیده داریم که جلب تقلب و تخلف گرفته میتونه توزیع تذکره های الکترونیکی است که متاسفانه ادارات حکومتی افغانستان از 5 سال به این طرف موفق نشده برای عملی ساختن از او اقدامات جدی بکنن. تا زمانی که امنیت در جامعه موجود نباشه و جنگ سالارا از تفنگ و تفنگ بازی کار بگیرن، امکان از این نیست که ما بتانیم که انتخابات شفاف، آزاد و همه جانبه داشته باشیم. دولت هم اوس پاتر غلیدی پا امنیتی چارو که او بین لی طولنم نو پس راتلون که انتخابات موخ به نظر بانده شد دیر ده تقلب او ده کشمکش دک انتخابات. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در سراسر کشور 7000 مرکز انتخاباتی برای رای دهندگان مشخص شده است. این کمیسیون می کوشد تا در هماهنگی با نیروهای امنیتی افزون بر تأمین امنیت رای دهندگان، جلو تقلب و تخطی ها را نیز در این مرکز ها بگیرد. با این همه سازمان ملل متحد آماده کمک به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان است. نماینده ویژه سازمان ملل در کابل از تلاش‌های این سازمان برای آمادگی انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهد. نماینده ویژه سازمان ملل در کابل می‌گوید که جامعه جهانی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بسیار علاقه‌مند است و می‌خواهد که یک انتخابات شفاف و با اعتبار در افغانستان برگزار شود. در این باره شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. سازمان ملل متحد آماده هر گونه کمک به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان است. نماینده ویژه این سازمان در کابل میگوید که این سازمان به برگزاری انتخابات در زمان معین آن خوشبین است و جامعه جهانی از برگزار شدن انتخابات در افغانستان به گونه جدی پشتیبانی خواهد کرد. The international community will support the election in Afghanistan
جامعه جهانی از انتخابات افغانستان و نیز از یک افغانستان مستقل و دموکراتیک حمایت میکند. در کار ما که به نمایندگی از جامعه جهانی سخن میگوییم، جز کمک به یک افغانستان دموکراتیک و آزاد هدف دیگری وجود ندارد. ما از یک انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان از راهگذر مالی و سیاسی پشتیبانی میکنیم. در حالی که چالش‌های زیادی فرارای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود دارند، اما نماینده ویژه سازمان ملل متحد از گفتگوها با نهادهای مسئول حکومت افغانستان درباره چگونگی برگزاری این انتخابات سخن می‌زند و می‌گوید که این سازمان می‌کوشد تا برگزاری انتخابات به مردم شناسنامه‌های برقی داده شود و برای تمویل این کار نیز آماده است. And we are ready to support. بر بنیاد تقاضایی که صورت گرفته است، آمادگی ها را برای برگزاری انتخابات پیگیری میکنیم. قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات میتواند استقلال نهادهای انتخاباتی افغانستان را تضمین کند. ما برای برگزاری یک انتخابات عادلانه و مستقل کمک میکنیم. قرار است بر بنیاد قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری در ماه عمل سال 1393 هجری خورشیدی برگزار شود، اما ناامنی ها، نبود سرشماری دقیق جمعیت و نبود هزینه کافی از چالش های بزرگ فرارای برگزاری این انتخابات شمرده می شوند. با این همه رئیس جمهور کرزی می گوید که هیچ چالشی مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد و این انتخابات در زمان معین آن برگزار می شود. جامعه جهانی هیچگاه نمیگذارد افغانستان دچار بحران شود و یا دولت این کشور سقوط کند. نماینده ویژه سازمان ملل در کابل میگوید که جامعه جهانی پس از سال 2014 میلادی به گونه نیرومند و جدی از افغانستان حمایت خواهد کرد، در حالی که گروه جهانی بحران در گزارش از سقوط حکومت افغانستان پس از سال 2014 میلادی سخن زده است. اما سازمان ملل متحد، حکومت افغانستان و مجلس سنا این گزارش را به شدت رد میکنند. شکیل ابراهیم خیل با جزئیات بیشتر در این باره. سازمان ملل متحد از حمایت جدی جامعه جهانی از مردم افغانستان خبر می‌دهد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین سخنانش به مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که افغانستان هیچگاه دچار بحران نخواهد شد و سازمان ملل متحد افغانستان را به گونه نیرومند حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد گزارش گروه جهانی بحران را درباره سقوط دولت افغانستان دور از واقعیت می‌داند. حمایت نیرومند، تعهد نیرومند و اعتماد نیرومند نسبت به افغانستان است. قوی ترین پیام است که من از شورای امنیت با خود آوردم. این تعهد و این انتظارها که افغانستان پس از سال 2014 سقوط خواهد کرد بنا نیافته است. برعکس، افغانستان توسعه خواهد یافت. چالش ها و دشواری های کنونی در حال پیشرفت است و جامعه جهانی آماده است تا هر کار ممکن را برای پشتیبانی از افغانستان انجام دهد. در همین حال مجلس سنا از گزارش تازه گروه جهانی بحران درباره بدتر شدن اوضاع افغانستان و سقوط حکومت پس از سال 2014 میلادی سخت انتقاد میکند و این مجلس خوان موضع‌گیری جدی حکومت در برابر این گزارش است. شدیداً این گزارش گروه بین‌المللی بحران را رد میکنیم و تقبیح میکنیم. یک چنین گزارشی در یک چنین شرایط حساسی نشرش بدون شک در ضدیت با روحیه ملت و مردم افغانستان است. از نام ازی بایداد خودی ازی بحرانزاست. بنام به طور خلاص میگویم که باید این معذرت بخواهد. از هان مردم هم مفتوش نسازد، سخنهای تخریش کننده نگوید. دولت افغانستان، حکومت افغانستان باید پیرامون گزارش گروه بین‌المللی بحران موقف جدی و مناسب بگیرد. از سوی دیگر شورای وزیران نیز در برابر این گزارش گروه جهانی بحران و سقوط نظام سیاسی دولت واکنش نشان داده است. این شورا نیز این گزارش را بی بنیاد می داند. بیشتر فهوا هست، بیشتر تحلیل های خیالی است. این گزارش هیچ یک از مواردش با دولت افغانستان با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته نشده. این واکنش ها پس از آن رخ می دهند که گروه جهانی بحران در گزارش تازه هشدار می دهد که هرگاه درباره انتقال قدرت سیاسی در افغانستان توجهی جدی نشود، حکومت افغانستان سقوط خواهد کرد. بر بنیاد گزارش این نهاد، اگر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتقال مسئولیت های امنیتی توجهی جدی صورت نگیرد، افغانستان به میدان رقابت تنظیم ها مبدل خواهد شد و ممکن است حکومت افغانستان یک بار دیگر در نتیجه جنگ های داخلی سقوط کند.
مردی که در ولایت کنار یک دختر جوان را پس از تجاوز سر بریده بود به اعدام محکوم شد. پدر این دختر ادعا می کند که این مرد چپ هنگام در خانه شمد و پس از تجاوز بر دخترش او را به گناه بی‌رحمانه به قتل رسانید. دادگاه استیناف ولایت کنار این مرد را به اعدام محکوم کرد. بعد دو متهم دیگر این رویداد هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. رفیع صدیقی در سفرش به ولایت کنار به جزئیات این خبر پرداخته است که تقدیمتون می شود. این مرد نسیم نام دارد و در دادگاه ابتدایی به جرم تجاوز بر یک دختر جوان و قتل او به مرگ محکوم شد. شاهدان در این دادگاه میگویند که این مرد 3 ماه پیش در ولسوالی سوکه ولایت کنر یک دوشیزه 18 ساله را شبانگام پس از تجاوز بر او سر برید. این تصویر جسد شبانه دختر جوان است که در این دادگاه نشان داده شد. چرا وی خشم خور می لگد که والی چیجی کشیدو ما سلامی تکش کمالی لریش زمان خور والی تو داره کلای دچی ته حلاله شوی والی چی خالا حلاله این ماو تیری سوک دی حلاله این دی ما تو یه چی نسیم دی حلاله این نو نماشی دا ما شما نه نه دستی داروان شنو غد من تاوشو و تاسو هم حلاله او امیا از ما روش تلیپور که چی دارم برای من وسپای سر خزوا زا دم بر زم مسکینی ما تا داره سر را تو خدا واسه که می دونم ولی خود لایک خود دل داخل کمات که دست حالات سینه در این دادگاه انگیزه اصلی این قتل روشن نشد، اما پدر شبانه ادعا می کرد که این مرد چندین بار خانه ازدواج با دخترش بود و حتی خانواده‌اش را نیز تهدید کرده بود. در همین حال وکیل مدافع مرد متهم ادعا می کند که شواهد کافی درباره محکومیت معکلانش وجود ندارد. او د خپل کلی کټ څوکې دې کې پلان کې لري هغه کمنۍ شایدان نه دی اعتبار نه لري او د قانون اجازه دی د څلورې ماده په اساس باندې او د قانون اساسي پندشي ماده په اساس برابر از سوی دیگر دادستان این پرونده می گوید که این مرد پیش از اقدام به قتل شبانه این دختر را ربود و پس از چند روز دوباره به خانهش بازگردانیده بود. محمد نسیم لخوانه ده همیشه لپاره حجی قدرت الله تا گواهونو او تلاشونو او تهدید ادامه لرله چې ته به حتما خپل لور ما ته راکوي او که خپل لور ما ته رانه کړي نو په زور یې درنه بیایم. پس از 2 ساعت دادگاه استیناف ولایت کنر نسیم را به جرم کشتن شبانه به اعدام محکوم کرد و 2 مرد دیگر را به نامهای یحیی و احسان‌الله که در این رویداد شریک جرم شناخته شدند هر یک را به 6 سال زندان محکوم نمود. تاسو محمد نسیم د میا رحیم گل زوی د مسمات شبانه د زنا د جزا قانون 428 تعدیل په 12 کال او د قتل په برخه کې نوموړی قانون 395 ماده سره سم په اعدام محکوم کړی وی چې مذکوره سره اولا زنا او بعد هم په چاړو باندې په ډیره بېرحمانه او وحشانه په قتل رسیدلی په شدیدتر یعنی اعدام باندې حکم کړی چې عدالت په وجه احسن باندې تعمین شوی ده. زموږ استینافن هم دا فیصله ایتا په برخه کې موږ تاییدوو. در همین حال سفیر ایالات متحده امریکا در بخش تنفیذ قانون در افغانستان از رسیدگی به چنین پرونده ها استقبال می کند. توانایی رویارویی با جرایم و توانایی به دست آوردن عدالت از نشانه های یک جامعه مدرن است. پس این یک موفقیت است که دیده می شود دادگاه های کنر توانایی فیصله چنین قضایایی را که بسیار حساس و مهم هستند دارند. عدالت درباره کسی که کس دیگر را برباید و اعضای بدنش را قتل نماید یک پیام را می رساند که هنوز هم نیاز است تا از حقوق زنان پشتیبانی شود. خشونت در برابر زنان و دختران در کشور بی پیشینه نبوده است. ولایت کنر نیز شاهد چندین مورد خشونت در برابر زنان بوده است. در آخرین مورد تجاوز بر یک دختر صورت گرفته و پس از آن به قتل رسیده است. محمد رفیع صدیقی، طلوع نیوز، ولایت کنر. قرار است فردا وزرای دفاع افغانستان و کشورهای عضو ناتو درباره چگونگی ماموریت ناتو در افغانستان پس از سال 2014 میلادی به توافق برسند. سخنگوی ناتو میگوید که این طرح تا پایان سال 2013 میلادی تکمیل خواهد شد. در این حال وزارت امور داخله از آمادگی های نیروی امنیتی افغان برای پذیرش مراحل بعدی انتقال مسئولیت امنیتی و نیز تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری آینده سخن میگوید. دبیر کل ناتو بر دفاع از ترکیه در برابر هر گونه حمله تاکید میورزد و میگوید که اگر کشوری بر ترکیه حمله کند کشورهای عضو ناتو ترکیه را تنها نخواهد گذاشت. در این حال سخنگوی حکومت ترکیه از آمادگی های کامل این کشور به پاسخگویی به هر گونه حمله سوریه خبر میدهد.
افزون بر ادامه درگیری ها در داخل سوریه، افزایش تنش‌ها به ویژه حمله های تلافی جویانه نظامیان ترکیه و سوریه با واکنش ناتو روبرو شده است. دبیر کل ناتو می گوید که کشورهای عضو این پیمان آماده هستند که در صورت نیاز از ترکیه دفاع و محافظت نمایند. در همین حال سخنگوی حکومت ترکیه هشدار می دهد که اگر این کشور مورد حمله سوریه قرار گیرد، نیروهای مسلح این کشور به گونه سری دست به کار خواهند شد. بوندن بویله yapılacak olan از همین اکنون هر عملی بر ما به گونه سری پاسخ داده خواهد شد و قاطعیت حکومت در این باره روشن است. نیروهای مسلح ترکیه بر بنیاد دستور حکومت بر هر گونه عمله به گونه سری پاسخ خواهند داد. این گفته ها در حال ابراز می شوند که از زمان آغاز حمله های تلافی جویانه میان ترکیه و سوریه، ده ها هزار کودک ترک در نزدیک مرز با سوریه زندگی می کنند از رفتن به مکتب باز ماندند، زیرا مکتب ها در آخچقلعه ترکیه هنوز هم بسته هستند. با این همه دبیر کل سازمان ملل متحد که بر روز سه شنبه در پاریس سخن می گفت، اوضاع کنونی را در سوریه پذیرفتنی نمی داند و از تمامی کشورهای جهان می خواهد تا استنویل و تجهیز طرفهای درگیر در سوریه دست بردارند. با اکنون نگاه زودگذاره داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. باراک اوباما از سیاست خارجیش دفاع می کند. هرچند میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، اوباما را در برخورد با چالش ها در خاورمیانه به ویژه عراق و سوریه ناکام می داند، اما اوباما با دفاع از سیاست خارجیش بیرون کردن سربازان امریکایی را از عراق یک تصمیم درست می داند. یک فعال جوان حقوق زنان در پاکستان آماج حمله قرار گرفت. به گفته مقام های امنیتی پاکستان، ملاله یوسفزای با دو دختر دیگر هنگامی زخم برداشتند که در دره سوات از مکتب به سوی خانه می رفتند. ملاله 14 سال دارد و برنده یک جایزه صلح ملی نیز است و زمان شهرت جهانی پیدا کرد که یک مقالهش درباره زندگی زنان در زیر اداره طالبان منتشر گردید. کاوشگر ناسا بخشی از مواد را از سطح مریخ گردآوری کرده است و برای تجزیه و تحلیل این مواد آمادگی می‌گیرد. مقام‌های اداره ناسا می‌گویند که این مواد به زمین فرستاده خواهد شد تا پژوهشگران بررسی‌های بیشتری را درباره سیاره مریخ انجام دهند. ماموریت اصلی این کاوشگر کنجکاو ناسا یافتن نشانه‌های احتمالی زندگی در مریخ است. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. توسعه خدمات ترانسپورتی و ترانزیتی به شکل معیاری در کشور سبب رشد اقتصاد می شود. مسئولان اتاق تجارت صنایع با انتقاد از نهادهای حکومتی می گویند که این نهادها در حدود 11 سال گذشته برای حل مشکلات ترانسپورتی و ترانزیتی در کشور کار نکردند. آنان می گویند که از 3 سال بدین سو حکومت موفق نشده است تا زمینه آغاز انتقالات را از راه زمین به اروپا در چارچوب سازمان جهانی جاده فراهم سازد. زبیولا جهان مل گزارش می دهد. نبود شرکت های بزرگ ترانسپورت زمینی و خدمات کارگو در کشور، مشکلات در زیربناها، نبود جاده های معیاری ترانزیتی، نبود امنیت لازم، نبود راهکارهای مناسب برای رشد ترانسپورت در کشور، انحصار خدمات انتقالاتی از سوی شمار از افراد زورمند در ولایت ها، مشکلات با همسایگان و افزایش روز افزون اخاذی ها در راه ها از مشکلات آن که در نشست شناسایی فرصت های ترانسپورتی و ترانزیتی به بررسی گرفته شدند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع وجود اخاذی ها را در راه ها از علت های اصلی گرانی کالاها و نابسامانی های دیگر در بازارها می دانند. از چندین سال به این طرف یک چیزی را به نام مراقبت سیار ساختن وزارت مالیه که در حقیقت دزدای سیار است و اینا میلیونر ها شدند. اینا موتورهای ترانسپورتی و ترانزیتی را هر شب و هر روز در هر نقطه استارت می کنند. میگم من شک دارم که دریجا خودت یا قاچاق می بری یا جنسی را که در اسناد تشریعی آمده او غلط است. من میخوام کل زیرم در این دشت بیابان سرت پایین بکنم، یک یک تا حساب کنم، مطابق اسناد دوباره بار بزنم. در صورتی که ترانسپورت شما ایجاد نتونین، در صورتی که جاده ها را شما ایجاد نتونین، هیچگاه توقع رشد اقتصادی در کشور را نمیشه که ما سرش بحث بکنیم. اما مسئولان وزارت ترانسپورت و آنوردی علت وجود مشکلات را در بخش ترانسپورت زمینی خلاف ورزی های همسایگان از پیمان های ترانسپورتی و ترانزیتی میدانند. توافقنامه که بین افغانستان و پاکستان امضا شده برحال مساویانه تطبیق نمیشه. مساویانه و اینا مسائل سیاسی است که کشورهای همسایه همیشه از استفاده کرده.
از هم شمار از آگاهان اقتصاد میگویند اگر زمینه های عرضه خدمات معیاری ترانسپورتی و ترانزیتی در کشور فراهم شوند، افغانستان با موقعیت جغرافیایی مهم در قاره آسیا میتواند در میان کشورهای پردرآمد ترانزیتی در جهان جایگاه ویژه داشته باشد. امروز 9 ماه اکتبر روز جهانی پست است. افغانستان که 82 سال پیش در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان خدمات پستی را ساز گذاشت، در سال 1928 میلادی عضویت اتحادیه جهانی پست را به دست آورد. در حال حاضر یک شرکت خدمات پستی دولتی و 5 شرکت خدمات پستی خصوصی در افغانستان فعالیت دارند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید با کارگیری از کد پستی برای نخستین بار در کشور، استفاده از فناوری های نوین پستی و نیز بهره گیری از روش پست سری از عمده ترین تلاش ها برای توسعه خدمات پستی در کشورند. این سهولت میبخشه برای سکتور پست ما که چطور میتونن خدمات برای هموطنان ما در خانه هایشان برسانن یا در آدرس هایی که میداشته باشن او را انجام بدن. بر بنیاد اطلاعات وزارت مخابرات، امروز نهادهای دولتی 80%، بانک ها و نهادهای بازرگانی 15%، با خانواده ها تنها 5% خدمات پستی را استفاده می کنند. در همین حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی که تا کنون 465 پستخانه و بیش از 10,000 صندوق پستی را در سراسر کشور ایجاد کرده است، می گوید که تمام خدمات و کارکردهای ریاست پست برابر با معیارهای جهانی است و این ریاست عضویت کوپراتیو جهانی پست را دارد. و این هم قیمت بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 52 افغانی و 20 پول، 1 یورو 67 افغانی و 40 پول، 1 درهم امارات 14 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1010 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 552 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتون می‌کنم. سلام دوستان، به چند رویداد ورزشی خوش آمدید. لیگ برتر فوتبال افغانستان گام بزرگ به سوی پیشرفت است. شورای عالی صلح میگوید که برگزاری این لیگ میتواند زمینه ساز وحدت ملی در کشور باشد. در همین حال شمار از استادان دانشگاه کابل میگن که لیگ برتر فوتبال افغانستان اقتصاد ورزشکاران را بهبود خواهد بخشید. شورای عالی صلح میگوید لیگ برتر فوتبال افغانستان نشان میدهد که شهروندان کشور از جنگ خسته شدند و برای صلح تلاش میکنند. شورای عالی صلح برگزاری این لیگ را در آوردن صلح در افغانستان مؤثر میداند. اینها نقش مثبت و مؤثر ورزشکارای ما به صلح و مصالحه اینا انجام دادند. سید مسعود استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل میگوید پس از این ورزشکاران افغانستان از راه ورزش پول به دست خواهند آورد. فوتبال یکی از حرفه‌ای است که پولسازترین حرفه‌های دنیا شمرده میشه و ما در صورتی که چنین حرفه را در افغانستان تزریق کنیم، ما میتونیم علاوه از اینکه درآمد را برای فوتبالر ایجاد بکنیم و مهارت‌های بسیار قوی را ایجاد بکنیم که مهارت‌های که از دست ندهیم، در پالوی سرمایه‌گذاری را بالای فوتبال در خط تشویق میکنند. آقای مسعود از مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میخواهد که برای برگزاری لیگ برتر افغانستان در سالهای آینده نیز تلاش کنند. اولین بار در حقیقت فوتبال حرفه‌ای را از تعداد گذاشتیم و انشالله که این نتیجه بسیار فراوانه هم برای بچه ها از لحاظ درآمد، هم از لحاظ سرمایه گذاری ها به خاطر درآمد و هم از لحاظ ایجاد چندین استادیوم دیگر شما خواهد دیدید. در همین حال رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان تعهد میکند که این لیگ در سالهای آینده قدرتش را به جهان ورزش نشان خواهد داد. تا 2-3 سال دیگه ما از مسابقات صف خود خارج شدیم. ما دیگه شامل مسابقات حاشیه‌ای خود شدیم. به این که تیم ما دیگه مسابقات صف باید نرمال ببره. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که این نهاد میکوشد تا این لیگ هر سال به گونه معیاری برگزار شود و ورزشکاران نیز از این را درآمد خوبی داشته باشند. میرسید صدیقی، طلوع نیوز، کابل. اتحادیه ملی ورزشکاران برای شمار از تیم‌ها در ولایت ننگرهار وسایل ورزشی داد. این وسایل برای تیم‌های تکواندو، شوهر کاراته و والیبال فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار داده شد. اتحادیه ملی ورزشکاران میگوید قرار است فردا برای تیم‌های والیبال، فوتبال و شوهر کاراته در ولایت هلمند نیز وسایل ورزشی داده شود. اکنون توجه کنید به چگونگی هوای فردا.
فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 7. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 11. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16. و سرانجام در شهر هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 10.